فعل‌های جدا نشونده، فعل‌های پیشایندار اما جدا نشونده. Und trennbare Verben. Неразделяемые глаголы. Глаголы с неотделяемыми приставками. Худи фел чист. Фелон хисей нутки ми бошад ки амалу холати предмет ро баян ми кунад ва ба саволи чикор кардан жаваб ми шавад. Масалан як фели зоген پیشایندی جدا شونده دارد، پیشایندی جدا نشونده دارد و بیایید امروز فعل زورگن را دیده برایید. زورگن زیخ اون، تشویش کردن بالای یک کسی یک چیزه. ایخ زورگ میخ ام دیخ، من خواتیر میکنم خود را بالای تو، یعنی من خواتیری تو هستم. زورگن فو نگاهوبین کردن. دی ایلترن زورگن فو ایرا کینده. والدان نگاهوبین میکنن کودکانشان را. این فعل های عادی میباشد. به یگان پیش آیند. فقط بیدانید که زورگن زیخ اون تشویش کردن خواتیر شدن است. زورگن فو نگاهوبین کردن است. ایخ زورگ میخ اون ماینه کرانک موته. من بالای مادری بیمارم خواتیر هستم. یعنی ایخ هابه انگست دس ایه اتواس پاسیرت. یعنی من یک ترس دارم که با او یک حادثه روح ندیهد. ایخ زاگه فو ماینه کرانک موته. من مادری بیمارم را نگاهو بین میکنم. همیشه دقت بدهید که بعد از فعل زاگن زیخ آمده و یا فو آمده. در زبان آلمانی فعل هایی می باشند که پریفیکس یعنی پیشایند دارند اما جدا نشونده از پیشایندشان. فعل اگر پیشایند یعنی پریفیکس داشته باشد، معنای آن فعل تماما گفتیم تغییر می یابد. این پیشایند ها را ازیاد کنید و همیشه بدانید که از فعل جدا نمی شوند. ب، ای، گ، امپ، انت، میس، فیا، تیا، هینتا. مثلا فعل فزاگن تامین نمودن. ایخ فزاگ ماین فامیلیا میت نارونگ اند گلد. من اویلام رو با خوراکا و پول تامین می نمویم. دو فزاگست داین فامیلیا میت نارونگ اند گلد. تو اویلات رو با خوراکا و پول تامین می نمویی. ایا فزاکت زین فامیلیه میت نارونگ اند گلد. وی تامین می نماید اویلاش را با خوراکا و پول. این بود فعل فزاگن در زمان حاضره. فزاگ، فزاکست، فزاکت، فزاگن، فزاکت، فزاگن. پیشایندی فیا زاگن. فیا جدا نشونده بود. اکنون پیشایندی فا زاگن که جدا شونده است دیده می برایم. فا زاگن پیشکی آماده گرفتن به یک کار، به یک چیزه. ایخ زاگ فو ماین آلت فا. من برای پیریم پیشکی آمادگی می گیرم. دو زاگست فو داین آلت فا. یعنی ببینیم پیشایند رفت آخری جمله. در فعل جدا شونده پیشایندش می رود آخری جمله. پیشایندهایی از فعل جدا شونده را نیز از یاد نمایید. آنها می باشند اپ، اوف، اوز، ان، بای، این، میت، نخ، فا که ما حاضر فا زاگن را دیده برآمدیم.
خیلی زاگن با پیشایندی انت، یعنی انت زاگن، پرتافتن، دور انداختن، با پرتاف پرتافتن. سینونیمی کلمه انت زاگن ورفن می باشد. ورفن هم با دور انداختن، پرتافتن یعنی. Ich entsorge die alten Klamotten. Man libos hoy kohnaro me partoyam. Ich werfe die alten Kleider. Yani libos hoy kohnaro me partoyam. Klamotten libos mishavat, Kleider libos mishavat va Kleidung ham libos mishavat. Du entsorgst andere Dinge. Tu digar chizoro me partoyi. Du wirfst einen Stein ins Wasser. Tu yak sangi ro ba daruni ob mi partoyi. Er entsorgt die leeren Batterien. Vay batareya hoy kholi ro mi partoyad. Wir entsorgen die Blumen in die Biotonne. Mo gulho ro ba satili partovi mahsulot hoy tabii, yani با پرتاوی خوراکه می پرتاییم. در آلمان همه پرتاوها الوهیده و جداگانه می باشند. یکی از آنها ستیلی پرتاوهای خوراکه، یعنی آن را بیوتون می گویند. یه انزاکت دی بنانن شاله افتن بادن. شمایان پوچاق بنانه را با زمین روی فرش می پرتایید. و هم وفت ایه دی بنانن شاله آف دم بادن. و هم انتزاکت ایه دی بنانن شاله آف دم بادن. برای چی شما پوست بنان را بروی فرش می پرتایید؟ خیلی زاگن با پیشایند جدا نشونده به. به زاگن، فراهم آوردن، یک چیزی رو تشکیل نمودن، غم یک چیزی رو خوردن. اگر در جمله دو فعل موجود باشد، پس فعل جدا نشونده آخر جمله رفته در حالت اینفینیتیو قرار می گیرد. مثلا موسن بزاگن، باید فراهم آورد. ایخ موس نخ دیت گترنک بزاگن، من باید غم نوشاکی ها رو بخورم، یعنی بخرم، تشکیل کنم، پیدا کنم. موسن فزاگن، تامین نمودن گفتیم. ایخ موس مینه فمیلی میت نارونگ و گل فزاگن، من باید آیلم رو با خوراکه و پول تامین نمایم. موسن انت زاگن یا زالن انتزاگن، یعنی باید با پرتاف پرتافته شود، لازم است که بپرتایی، ضرور است که بپرتایی. و به همین شکل جمله ها و مثال های دیگر را برایتون پیشنهاد میکنم. در زبان آلمانی در یک جمله اگر چند تا فعل باشد، فقط فعلی که در جای دوم قرار میگیرد آن تغییر مییابد. باقی مانده فعل ها در آخر جمله به شکل اینفینیتیو نوشته می شود. رویخط فعل های جدا نشونده پیشایندار، مثلا فعل زوخن کافتن، جستن، بزوخن تشریف آوردن، زیارت کردن، تلن حساب کردن، اتلن نقل کردن، گفتن یک قصه، شتهن راست استادن، فشتهن فهمیدن، درک نمودن، شپانن جفیدن، فشار دادن، پخش کردن، انت شپانن استراحت کردن، شپخن صحبت کردن، بشپخن بحث کردن یا محاکمه کردن و یا حل و فصل کردن، واتن انتظار شدن، ایا واتن انتظار داشتن، گلوکن موفق شدن، میس گلوکن موفق نشدن،
و سینونیم همین کلمه موفق شدن، گلینگن موفق شدن، میس گلینگن موفق نشدن، فالن افتادن، گفالن معقول دانستن، خوش کردن. جمله ها با فعل های جدا نشونده. بزوخن به خبرگیری رفتن، زیارت کردن، تشریف آوردن. ایخ بزوخه دیخ، من به دیدن تو می آیم. وان هست تو zuletzt deine Eltern besucht؟ کی تو آخرین بار والدانت را خبر گرفتی؟ ایا بزوخت دن اونترخ نیخت رگلمسیخ، وای با درس ها دائما نمی آید. Wir besuchen die Stadt jedes Jahr. ما هر سال شهر را زیارت میکنیم، با تماشای شهر میآییم، با شهر تشریف میآوریم. Wir besuchten das Grab unseres Vaters. ما به زیارت قبر پدرمون رفتیم. زمان گذشته کتابی یعنی پرتریتوم میباشد. زمان گذشته گفتگویی پرفکت گفتیم همیشه با هابن و پارتیسیپ 2. پارتیسیپ 2 چی بود؟ پیشایند گ، ریشه فعل و سوفیکس بندک های ت، ان، ان می آمد. مثلا گفتیم در فعل های جدا شونده فوزوگن زمان گذشته گفتگویش haben vorgesagt، یعنی گ در میانی پیشایند و ریشه فعل آمد. اما در فعل های جدا نشونده در زمان گذشته پرفکت فزاگن تامین نمودن، این پیشایندش جدا نمیشد. از این خاطر که اینها جدا نمیشوند، همون گیه که پارتیسیپ 2 دارد از بین می رود. haben versorgt تامین کردم. نمی شود بگوییم که haben vergesorgt، نمی شود، این خطا می باشد. باید بگوید haben versorgt. فعل بزوخن به خبرگیری رفتن و یا زیارت کردن رو در زمان آینده دیده می برایم. Ich werde meine Eltern besuchen. من والدنم رو به خبرگیری می روم و یا خواهم رفت. Du wirst deine Eltern besuchen. تو والدانت رو به خبرگیری می روی و یا خواهی رفت. Erzählen, نقل کردن. Ich erzähle dir eine Geschichte. من به تو یک داستان، یک تاریخی را نقل میکنم. Ich erzähle von meiner Reise. من از سفرم نقل میکنم به تو. با کانال آبونه شوید. هفته اینه و ماهانه منتظر آودیو و ویدیو ثبت های ما باشید. در زیر نوار نظر و سوال های خود را بنویسید. اگر کانال آموزشی پسندتان آید و برای زبان آموزی کمکتان بشود، با لایک تشکری خود را بیان نمایید.